Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi ve habibihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ashabihi ve azvacihi da'ina ila sıratin mustakim. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müminin خدا و برادرای اسلامی اما تا مخانه خدا خوش آمده. پروردگار از تو عاجزانه دعا می طلبیم که همه ما را برای راست هدایت کن، برای ما توفیق بندگی عطا فرما، از آفات و بلا و کلفت و زحمت ها ما را نگهبان باش، عاقبت کار ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان. آمین آمین یا رب العالمین. خب، یک دو سخن از طب نبوی، یعنی که ما غیر این قدر طب دنیا و طب خلقی و طب امروزه پیشرفته و طب چین و طب هند، طب اروپا و طب که شما میدونید طبابت ها و طب و دکتر، ما با وجود این با داریم طب نبوی، طب حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برای هر یک مسلمان باید فکر کنه که ما با طب نبوی داریم. یعنی یکی از سبب های سالم ماندن دندان در چیز پر کردن دندان و سوراخ او و آرامش او از دردها و کشتن تمام باکتری هایی که استخوان دندان سیر دندان میخره با روغن هنزله. یک روغن بده نامش چی بده؟ هنزله. هندوانه، هندوانه ابو جهل یک درخت بود است که با نام چی؟ هندوانه ابو جهل میگفتند شب. یعنی که یک نو دانه های هستند که او در صحراهای مکه می شده، در صحرا و اطراف قوم های مکه زیاد وجود دارد و آن را هندوانه ریز میگویند. میده میده دانه چه های داره با نام هنزله، بسیار تلخ بوده و خیلی قدرت با قوت داشته برای کشتن میکروباکتری ها. حتی که در طب نبوی از این برای اکثریت بیماری های تبابت نشونده ای که آدم در سرایت میشوند، مثل وبا و مثل کسلی های من امروزه خودمان مانند لنگ میگیم یا گریپ میگیم، به نهایت فایده بخش است. نامش چی بوده؟ هندوانه ابو جهل یا حنزله میگفتین شب. لیکن علما ها امروز اثبات کردن از طب نبوی که برای درد دندان و دندان دردش دفع کردن و سوراخی های دندان سوراخ شده را با این روغن ماندن معالجه کردن به حد فایده کلان داره. از آن جمله باکتری های دندان را میکشته. بعضی آدم های هستن که دندانشان میکروباکتری ها دارن، دندان هیچ نمیسته، میریزن، رسوا میشوند، ملک دندان رسوا میشوند، ملک دندان خونالود میشوند. این در ان همون دندان و استخوان او مخصوص باکتری های بوده است که همراه خورده رسوا میکرده است. این برای نابود کردن همون مفید بوده. نامش چی بوده؟ حنزله یا او را دانه ابو جهل میگفتیم نامشم. میکروب دندان ها با اندک باکتری هایی که امروز شما میبینید با داروها کشته میشه و گفته این نویسنده، شما گمان نکنید که همه باکتری دندان ها رو امروز داروها نیست میکنن، نه گفته بسیار اینها رو نیست کردن نمیتونن، همینقدر تبامد میکنن با هم خیلی میمونن. اما هندوانه یک نو دانه ابو جهل با نامش، خیلی با نام حنزله، برای دندان تبابت کردنش که خیلی مفیده که او خودی چیکار میکنی دندانه، هم چایقه میکردی، هم روغنی همو را در سوراخی های دندان میموندی، هم دردی دندانه میگرفتی، هم باکتری های دندانه نابود میکرد است. اگر گفته است شما خواهی که تمام دندان هاتون سالم مانند، سوراخی های او تأمین شود، از سیاه بدن، از سیر پریدن، از افلاس شدن، از بدبویی کردن، از تمام افلاسی ها که ضرر می رسن، از این نوع روغن شما استفاده برید، تا
طرز استفاده شده یک نخی کلانی پخته را گیره از همون روغن شما در همون ترکنه از بیرون درونی دنداناتون هر روز مانه اگر سوراخ باشه بده در سوراخی ها شما را پر کرده مانه هر روز سه مراتبه همین کنه اصلا دندان شما درد نمیکنه این بود از طبی نبوی درباره روغن حنظله اگر شما بینید امروز مزاشان هستای مزها از روغن حنظله هستای رسمی شترمو رو دارای رسمی مقصد بفته های انسان مسکلاش خط استادگی و همقه بوی تیز میکنه خیلی بوی چی داره؟ تیز داره همون در بدن اگر مولین امروز روغن حنظله یا همون کرم حنظله هم هستای اصلا بسیار برای همین شمال خوردگی فایده کلان داره میفروشن اگر دانش باشه یا روغنش باشه برای دندان و درد دندان به حد مفید بوده روغنش خیلی تلخه از بیرون دویر درون به همون چیکار میکنه به همون دوکا یا پخته مونده شوه یا دندان های سوراخ در درونش همون را مونده شوه دندان از تمام ضرر نگاه میکرده است نامش چی بوده؟ هندوانه حنظله یا هندوانه ابو جهل میگفتیان شب این بسیارتر در زمین مکه و مدینه در همون رگستان ها زیاد میشده است این تیبی چی است؟ تیبی نبوی خب سوره آل عمران پاره سیم قرآن در باره زوریه و نسل پاک آیه های رقم 76 و 77 ما در باره چی صحبت داشتیم؟ در باره عهد، در باره تقوا، در باره محبت خدا در باره اون کسایی که عهد و تقوا را می فروشن و او را می شکنن و مورد خشم خدا قرار می گیرن اونها کسایی هستن که لا خلاق لهم فی الاخره ابن کثیر خلاق به معنای نصیب یا نصیبه تفسیر کرده هر کسایی که عهد خدا را می شکنن هر کسایی که زید فرض برآمد میکنن هر کسایی که زید واجب برآمد میکنن هر کسایی سنت مؤکده رسول اکرم در برآمد میکنن یا هر کسایی که احکام شریعت قطع حاصل میکنن اینها با عهد خدا شوخی کردیم اینا با عهد الله بازی کردیم اینا عهد خدا را حاصل کردیم لا خلاق لهم فی الاخره خلاق به معنای نصیبه این طایفه آدم ها در آخرت یگان نصیبه ندارن یگان نصیبه ثواب ندارن اینا آخرت ندارن اینا هیچ محل آباد شده نمیتونن اینا هیچ محل نصیبه ندارن از آن جمله خصوصا خداوند در این آیه مورد توجه یکم یهودی ها رو میکنن زیرا که یهودی ها خصوصا دشمن امت رسول اکرم هست از ابتدا همشانه یک بخش مهمشان که اونها را خداوند در همین آیت برآمد میکنه در همین آیت اونها را بیان میکنه که اینها عهد شکستن اینها قسم خوردن اینها دنیا دوستدار شدن اینها نفرایی هستن که در دنیا یگان نصیبه در آخرت ندارن اول این یهودیان خصوصا اینها بسیار آیین پیغمبراشان را غم دادن حتی که موسی علیه السلام اینها را از غلامی خلاص کرد مادر موسی وقتی موسی را به دنیا می بیاره حتی که یک سبد نمی یابه که موسی را در همون سبد اندازه و در داخل دریا پرتویه که از دست فرعون خلاص کنه فرعون قانون قرار امضا میکنه که همین شب چی کودک به دنیا آمد قتلش کنه برای فرعون خواب دید که یک کودک به دنیا آمده و سلطنت فرعون را کلید کرده است در خواب میبینه و جادوگر و ستاره شناس خوابگزاراش دعوت میکنه میگه امینه شما برای من جواب شگوه چیه می خوابی من میگه کسی از مادر به دنیا میبیان ای امپراتری بزرگ امپراتریت را کلید میکنه ای همین قبطیان های ای همین مردمی یهود های او به دنیا میبیان این همین ایگو تعویلش ای همون روز حکم براورد که یگان کس حکم براره که بازناش علاقه نکنه حکم براره فرعون که نه همین روز عبارت شما حساب کنه که همین سال در 10 ماه امضا کنه حکمه که هر کسی که بازنش اگر علاقه میکنه او را چکار کنه زیر نظر گیره اگر دختر زایه چخه نشه بشه بچه زایه بچه شکشه
این حکم فرعون بود. برای خداوند فی ذلک بلاؤ ربکم عظیم، در قرآن داستان می بیارم، میگه یهودی ها در خدا بلا و آفت بالای سرشان در زیاد آورد. چی به میگه؟ برای که او زمان مسلمان همونا بودن، هر کسی که مسلمان و مؤمن باشن خدا بالای سری او در امتحان های کلام می بیارم. همون زمان در میگه امتحان های کلام آورد. وقتی که همین حالت میگه حکم میبراره با امر تقدیر، قلم تقدیر، موسی علیه السلام به دنیا میبیاد. موسی وقتی به دنیا میبیاد مادرش نگاه میکنه، مادر زار میگه ایرا تا نابود کردنه، بیا خودم در دریا پیشش کنم، بیا در دریا پیشش کنم، خوراک یگان ماهیه، یگان چیزی دیگه میشه، او برای من آسانتره که در پیش چشم من فرزند رو نابود میکنن. حتی میگه یه سبد نمیه و همین قدر مردم متهمه بودین که حتی یه سبد بفته نمیتونستن. همون زمان یهودی ها نمیمونده ایشان فرعون پیش روی، هر مردم ایره پیش روی نمیمونن که ایره ایات ها نبراری ای بالایی و یگان نیروی بقوت هایی که نمیمونه دانا شوی نمیمونه. همون زمان فرعون نمیمون که یهودی ها سبد بفن نمیمون، چون هیچ نمیمون، حتی میگه یک سبد بافته نمیتونن. همین سبد هم میره ای خانه همسایه قبطیش میبیاره که سبد ایمانده. اگر میفهمید یک تا یهودی دست به سبد بافی و اختراعات زده دارش میزد، نمیمون پیش روید. برای چی؟ میگه برای که معدن ها را کی میکنی؟ کارهای سیار را کی میکنه؟ این زمین کار را کی میکنه؟ کاری سیار را کی میکنه؟ اینا دانا شدن کاری سیار نمیکنن. هر کسی را نغزانی برادر را اونها را پیش روی نمیمونن، ای بالاش یگان نیروی ظالم های نمیمونه پیش روی مختم میکنه که اینا پیش رو شوان، این بر این کاروی ما را که میکنن نمیمون. مادرش سبت آورد و موسی را در سبت انداخت و چیکار کرد؟ در دریای نیل پرتافت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول نشست در مکه مکرمه، خیست نیت مدینه کرد که مدینه هجرت میکنیم. بعد از او فکر کرد که آخر در مدینه یهودی ها هم همه جای مدینه را یهودی ها گرفتگی هم، اینا مردمی بد و مکارن، اینا بسیار نیرنگ بازن، نمیشه و مدینه در رفته اسلام پیش برده. اولین مراتبه مسلمان ها را حضرت کجا رای کرد؟ حبشه. کجا رای کرد؟ حبشه. گفت روی حبشه را بگو شاه و شاهی خوب های، شاهش بسیار مقصد پادشاهش پادشاه عادل ای مسیحی ای، گو همو جروی. صحابه همشان چند نفر ابن زن و ایله هاشان خدی حبشه رفتن. باری اول، باری دویم آمدن که با فریبشان کردن، با حضرت باری دوم هم همون جا روی کردن، گفتن نبیای مکه دیگه همون جا ده بسته. حضرت نیت چی را کردن؟ گفتن که اسلام پیش برن، اسلام یاردم کنن، اسلام پیش برن، اسلام در پرام ایستن کمکم کنن. حضرت نیت کجا را کرد؟ طائف. حضرت نیت کجا را کرد؟ طائف. وقتی که جناب پیغمبر نیت طائف کرد که میرم طائف، خیلی مردمی خودمونه، قومی خودمونه، همونجا میرم دهن به دهن خانه هاشون میگردم، میگم که من پیغمبرم، من عهد خدا هم، بیای به من عهد بنده، بیای دین خدا را یاردم کنیم. این کلمه موندن ده رفتن ده صحبت کرد. ده روز حضرت پشت به پشت خانه هر یک طائفی میگشت که مسلمان شوند. اما روزی دهم دیوانه و کودکا را جمع کردند، در دستاشان سنگ و کلوخ و چوب دادند، جناب پیغمبر را زده از طائف بیرون کردند. باری اول حضرت حبشه را نیت کردند، رفتند. باری دوم طائف نیت کردند. مدینه را چند بار نیت کردند و گفتند نمیشه و اسلام ای مدینه روش نمیکنه. گفت برای مدینه بازش همش دست کی؟ یهودی ها. حضرت موسی را تماشا کنید، مادرش میبیاره در سبد میندازشه، میگه که تا کشتن نیروهای فرعون در نیل میپرتانشه، ما نیل در خوراک یکان لقمایی میشه و یکان مایی شه، او خوبه. اما پروردگار ارادش مهمه، نه اراده مخلوق. قلم تقدیر مهمه، نه نقشه ما. اما خدا موسی را میبره از همون کانال وارد میکنه که او کانال قصر فرعون میروه. ای درون قصر فرعون، فرعون کلیتون کلام میشوه، هیچ محل زیق نشوه. پروردگار میدونه که چیکار کنه خودش،
ایروده الله مو ده شرطه نه گپی مو نقشه مو نه نقشه امروز یهود و مسیحیت منافقین ملحدین این نقشه خدا خدا های الله جل و علا شانه را نقشش مهم های بینین که سبد میره و که دخترای فرعون در حوض و بازی دارن در قصرشان در عیش و عشرت خرسندیان یک سبد میدره بالاش پوشیدگی آواز چقلاق های حیران میشن همین تا هوی میکنن که یک کودک رنگی محتوب های می بیارن پیش پدرشون میگن خب نایل او قرار را برا وردی مایل او لیکن همین امان قطی ما کلان شد و بسیار فرزندی خوب های دم قصر ما همی بزرگ میشود روز میشود که ایدرین قصر بزرگ میشود و امپراتوری فرعون را کلید میکنن این اراده الله های اما پیامبر مدینه نمی خواهد رفتند اول پیامبر مدینه نمی روا از یهودیو خوف داشت از مکر او خوف داشت از برنامه شیطانی او می ترسید پیامبر که اونجا میرم دین غم میتیان اما اراده الله که مهم بود اسلام از بین یهودیو جهان گرفت این مهم اراده الله های برادرو هیچ محال از رحمت خدا نامه چیدن در کار نیست ولی با میبینین از ظالمترین کشورهایی که نسبت اسلام امروز چی قدر کارو میکنن با از بین اونها روز میشوه که اسلام یاردم کن قیام میکنن این اراده الله های همش این اراده خدا های انمین خیل موسا کلام میشوه انمین خیل بزرگ میشوه در تورات بخشی هست با نام بخشی چی؟ داوران کتابی هست کتاب داوران یعنی که اولین داورها سودیه ها از بنی اسرائیل بودن اولین داور در بنی اسرائیل کی بود؟ حضرت سموئیل پیامبر اولین داور بود داور یعنی که حکمی چی را می برامد؟ سود را می برامد دویومین انسان کی بود؟ حضرت داوود نبی نو داور بودن با وجود پیامبر بودنشان سهیم داورشان کی بود؟ سلیمان نبی اینا داور بودن پروردگار داستانها اینا رو در قرآن زیاد میبیاره که داوریشون چخل داوری میکردن وقتی که این مسئله ها گذشت موسی بین داورا همت صحبت ها میکردن بین علماشون صحبت ها میکردن خود به خود میگفتن که میشود روزه یک مرد میبیا موی جعده داره قدی بلند داره روی گندمین داره چهره خوشرو داره بلنده اینای اونای اینای همه خیلی وصفش میکردن حالی موسی نیامده وصف موسی بود روزه میشود ایدر میدرایه میگه اینمو گفته گیتا من موسی هم خیزه اکنون قیام میکنم زید فرعون وصف میکنن زید فرعون قیام میکنیم روز میشود زید فرعونی حکم برآورده میشود چی معجزات حضرت موسی به فرعون نشان نمیده چی جادوگراش شرمنده نمیکنه چی ساحراش شرمنده نمیکنه بعد از او با آن همون چی عصایی که معجزه الله بود میبیاین اون عصا اون معجزه خدا قتی فرعون با یک میلیون سپاهی از قفای 600,000 یهودی طرفی چی؟ طرفی نیل می بیاین با اذن الله و معجزه موسی پیامبر نیل دریا چی می شود؟ هوی می شود 600,000 یهودی از این جانب نیل به زمین مقدس می دروین به زمین چی می دروین؟ به زمین مقدس می دروین می گذرن در چشم در پیش چشمشان می بینن سپاه فرعون که 1,000,000 دانه بود قطعی خودش در بحر نیل غرق می شود در پیشان نابود می شود این بر می گذارن موسی امر میکنه که من اکنون کوه طور میرم برای مناجات و آمدن پیام الله شما اکنون آرام باشه هارون برادرم مردم لجام شقب من رفت مناجات میره و 40 روز بعد می بیا که مردم گوساله پرست های اینه دیده عهد خدا را چه می شکنن دیده نه احدی خدا را چهل میشکنن اینه برای همین الله جل و علا شانه این الذین یشترون بی احد الله آخی شما احد خدا را فروخته برای دنیای دوروزه بدبخت سامری بسیار زیرک بود در حال تیلاها را جمع کرد موسی با جبریل وامی خورد از قدوم جبریل موسی همو چنگا و خاکا را گرفت آورد در درون گوساله انداخته با تیلا گوساله کرد پیش چشم مردم دامون از این بر سوراخ کلان اون بر سوراخ های میدان شمال میبیاد روی سوراخ ها میدراید گوساله صدا و پیدا میکنه همخواه بوتک میکشه طرفی بنی اسرائیل میگه اینمین خدای موسی های خدای شما بیا سجدش کنید
اگر پیغمبر نباشه، اگر کتاب نباشه، اگر شریعت نباشه، سامیری به حد بسیار ایزمان دارم. یک دقیقه دارم کمی برورم دارم. یکی از سامیری ها بازی دلار امروزا، یکی از سامیری ها امروزا نمین بازی های دنیای به معنی بیرژ و فلان. لن نؤمن لکا، ما با تیمان میبیاریم امین، ما را دست فرعون خلاص کردیم، موجزه را دیدیم، همش را دیدیم، فرعون در پیش چشم و نور قبول ایم، و لن نؤمن لکا، ما همه ایمانم کلی هم پره نیست، حتی نرالله جهرت هم مخداری نشان که ما بینیم، همه خدا را نشان که ما بینیم، ما لکا به ایمان میبیاریم شم، بینیم که ای غلامی خلاص خودیم، ای تمام بدبختی خلاص خودیم، ای ظلم خلاص خودیم، ای اون قدر کافری و بیمانی خلاص خودیم، زناشون و دختراشون و چقدر فیعال خم میداد خلاص خودیم، این بر آمدیم، دو بود پرست دیدیم با انمو بود شام، آمدیم گفته زیم که تا خدا را نشان نده ایمان میبیاریم. امروز همه میزنند که مسلمان چی کردیم؟ چی برا مردیم؟ همش ای کافر های این دو بیه بودی ها در حق موسی بود امروز هم که بودم این نام زیادم چی برا مردی آخی؟ چی ساخته آخی؟ اسلام دین زواد سازی نیست، اسلام دین تلفن سازی نیست، اسلام دین یک فابریکا سازی نیست، اسلام دین کاروچ سازی و کورکا سازی نیست و زیدی چی هم نیست. اگر هر مسلمان سوال اسلام زید برا مدن کجای قرآن دامده که زواد نسازه؟ کجای حدیث پیغمبر ده آمده که شما زوات نسازی و فابریکا نسازی و کیهان نبروید یک اونجاش آمده علم پیغمبر ما مسخره کرده یک اونجاش نه آخی اسلام زید این چیو نیست اسلام آمده که آتا تا هرمکه آچه تا هرمکه خدا ده ایمان بیار رسول ده ایمان بیار این که مغرور نشم که ایپش قیامت داره اینم که کار دامده این همی کارو ده باور که اسلام چیکار داره که تو زوات میسازی فابریکا میسازی تو چیکار میکنی کردن گیر فقط گناه و چنویت نکده زمین این مقدر بار دامن است موسی درست همو دیدیم و اگر همین خداها رنگ خدا رنگ خدای همین ها همه اموال قبولی بود پرستی را هم بود تو بود خدا را ما می دیدیم و ایمان می آوردیم جهرتا با چشممون اگر نبینیم نی نمی شود این نبینه نی نمی شود آخه میگه ای ای دست فرعون خلاص کردم نیل دو بلا کردم بر آمده آمده ای غریبی ای اصالت بر آوردم تو من در زمین آرام بر آوردم تو من ای آسمان اصل میگوره ای آسمان بودنه میگوره و میبین چی میگم موسی نمیشود اصل ای بودنه ای خوردن در بعد موزه دهی نمیشود که با خلجان و بادرینگ و موش و لوبی و پیاز روی ازن بخریم نمیشود نمیشود بخواه که دبخونی کنیم این همین این قدر خدمت رسول اکرم کرده این قدر خدمت ابو بکر عمر عثمان علی کرده این قدر خدمت که خلافت اسلامی و سلطنت و سلطان های عالم اسلام کرده امروز ما با 5 سال زندگی دنیای سرتاپا به معنی اما همو تاریخ بفروشیم تاریخ رو بده نظر من همه تو انا میشه زندگی میکن در جهالت که خدمت های رسول اکرم در نظر من همه تو نگوزیم خدمت های صدیق اکبر نمیتوه خدمت های فاروق اعظم نمیتوه برادر اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین خدای ما را ای این خل اعتشکنی ها نگهبان شود پروردگار ما را برای راست هدایت از آفت و بلا و کلفت و زحمت ها نگهبان باش رنگ یهودی ها ما را لعنتی نگردان اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین آمین یا رب العالمین صفاتنا روز